سلام خدمت شما دوستان عزیز امیراسن هستم از سایت نابقه کام با هم دیگه ادامه میدیم دوره آموزش رایگان ویندوز 10 رو و این قسمت میخوایم در مورد پاور ان اسلیپ صحبت بکنیم اگه وقت بشه در مورد استوریج هم صحبت میکنیم اگه نه که دیگه میره برای ویدیوی بعدی خب پاور ان اسلیپ همونجوری که از اسمش هم مشخصه قسمت به قول معروف خوابیدن سیستم شما رو در دست میگیره و مثلا دیدین بعضی وقتا کامپیوترتون اگر مثلا 20 دقیقه نیم ساعت فعال نباشه یعنی موس تکون نخوره کیبورد زده نشه ببینید می نگاه می‌کنید می‌بینید که مثلا کامپیوترم خاموش شده یا صفحه سیاه شده بعد موس تکون میدین ببینید که دوباره مانیتور روشن میشه و همه چی به همون حالت اول برمیگرده خب تنظیماتش اینجا هستش تنظیماتی که مشخص میکنه که مثلا بعد از چند دقیقه کامپیوتر فقط صفحش خاموش بشه و بعد از چند دقیقه کامپیوتر کلا تو حالت اسلیپ بره تنظیماتش این قسمت هستش توی قسمت ستینگ کلی ویندوز میایم و تو قسمت سیستم و توی قسمت پاورن اسلیپ این قسمت خیلی به نظر ساده میاد البته خب ممکنه برای لپتاپ چون که لپتاپ ها باتری دارن متفاوت تر باشه مثلا این قسمتی ممکنه داشته باشن لپتاپ که بگه که مثلا زمانی که به باتری وصله به چه شکل عمل کن زمانی که به برق وصله به چه شکل عمل کن خب این دو حالت کاملا متفاوتن زمانی که شما لپتاپتون روی باتری هستش میخواین خب یه مقداری مثلا دسترسی به برق ممکنه نداشته باشین بعد توی شارژ لپتاپ به قول بهینه استفاده بکنید تا این شارژ نگه داشته بشه خب قاعدتا تو اون حالت شما میگه که اگه پنج دقیقه من از لپتاپ استفاده نکردم صفحش خاموش بشه اگه ده دقیقه استفاده نکردم کامپیوتر بره تو اسلیپ خب تو این حالت برق کمتری استفاده میشه یا بهتر بگم شارژ کمتری استفاده میشه و خب شما بیشتر میتونید اون شارژ رو نگه دارید و ازش استفاده بکنید بعدا اما زمانی که شما برق دم دستتون هست هر موقع اراده بکنید میتونید که لپتاپتون رو به برق وصل بکنید خب زیاد رعایت کردن این نکات اهمیتی نداره مثلا اینا میگم اگه شما روی نیم ساعت هم بذاری بعد نیم ساعت لپتاپ خاموش بشه زیاد اهمیتی نداره چون نیم ساعت چه یک ساعت دیگه دستور شما بغل پریز برق هستید باتریتون تموم بشه سری لپتاپ و باتریش میتونید شارژ بکنید یه سری تنظیمات اضافه هم داره نوشته ادیشنال پاور سeting تنظیمات اضافه مربوط به پاور سeting هست این تنظیمات توی کامپیوتر دسکتاپ که کلا باتری ندارن و همیشه به برق وصل هستن یه مقداری متواتره مثلا دیگه توی کامپیوتر دسکتاپ بحث نگه داشتن شارژ باتری نیستش بحث اینه که کامپیوتر برق مصرف مصرف برق اون کامپیوتر رو بیاریم پایین یعنی زمانی که شما از کامپیوتر استفاده چندانی ندارید میگیم که آقا از فلان چیزها کمتر استفاده بکن که برق کمتری مصرف ولی یه موقعی شما مثلا دارید یه ادیت فیلمی انجام میدید یا مثل الان یه ویدیویی داره ضبط میشه نیاز داریم که همه چی به قول معروف پرفورمنسش عالی باشه همه قطعات کامپیوتر به بهترین شکل ممکن کار بکنه و خب اونجا میگیم که همه یه چیزایی که همه به قول معروف انرژی تو بذار برای بهترین بازدهی که ما بهترین کیفیت رو داشته باشیم خب توی قسمت ادیشنال پاور سیتینگ اگه بریم میبینید که الان توی کامپیوتر دسکتاپ هستیم یه بالانس داره یه های پرفورمنس داره ممکنه که اگه لپتاپ داشته باشید این دو تا قضیهش فرق داشته باشه اسمش عوض شده باشه یا ممکن است این گزینه آخر رو اصلا نبینیدش اینو دیگه همه چی برمیگره به اون سیستمی که شما دارید و وضعیتی که حالا داخلش هستید الان تو این حالت ما بالانس داریم که بالانس از اسمش هم مشخصه یعنی یه متعادل های پرفورمنس داریم که یعنی های یعنی بالا پرفورمنس هم یعنی بازدهی یعنی بازدهی بالا پاور سیور داریم که خب اگه لپتاپ داشته باشین حتی تو گوشی موبایل هم این پاور سیور رو قاعدتا باید دیده باشید ذخیره باتری هستش که اگه لپتاپ باشه این خیلی به درد میخوره مثلا یه سری سار میاره پایین یه سری سار غیر فعال میکنه که شما بتونید از باتری نهایت استفاده رو ببرید یا تو طولانی مدت بتونید باتری رو نگه دارید که اگه وقت دسترسی به برق نداشتید این خیلی به درد میخوره حالا تو قسمت بالانس که خودش ریکامندد داده همه چی متعادله یعنی نه زیاد از سیستم استفاده میشه نه خیلی کم از سیستم استفاده میشه همه چی عالی و متوسطه مگه اینکه من یه زمانی بخوام های پرفورمنس باشه مثلا من دارم یه چه کار رندر و گرافیکی سنگینی رو انجام میدم که نیاز به برق زیاد و نیاز به گرافیک بالا نیاز به رم بالا من همه چی میخوام های باشه بالا باشه و این گزینه رو انتخاب میکنم و همه چی رو به حد خودش میرسونه خودش هم اینجا نوشته که یوز مور انرژی یعنی از انرژی بیشتری استفاده میکنه یه چیزی بغلش داره به اسم چینج پلن سeting این بغل هم اول بهتون بگم که اگر اینو کلیک بکنید اینجا اینجا توی کامپیوتر من میگه اگر روی دکمه پاور کلیک شد چه کاری انجام بده برای من من خب دکمه روی کیسم دکمه پاور دارم این تنظیماتی که اینجا هستش داره میگه که اگه این دکمه پاور رو زدیم چه اتفاقی بیفته خب قاعدتا من زدم کامپیوتر شات میشه یا خاموش بشه من میتونم عوضش کنم بگم کامپیوتر اسلیپ بشه یا میتونم بگم که اگه من این دکمه رو زدم کامپیوتر فقط صفحه خاموش بشه یا میتونم بگم دو دوناتینگ هیچ کاری انجام نده سه تا گزینه اینجا هست که الان غیرفعاله اگه من روی این کلیک بکنم فعال میشه و میتونم دو تا تیک رو ور یا ور ندارم در اصل میگه که این اسلیپ و لاک رو بذارم یا نذارم میگه اسلیپ رو توی پاور منو نشونش بدم یا نشون ندم اینجا رو دقت بکنید تو قسمت پاور منو که این قسمت هستش کلیک بکنید گزینه اسلیپ رو میبینید به خاطر اینکه تیکش اینجا خورده و اینجا هم روی این عکس کلیک بکنید گزینه لاک اسکرین رو لاک رو میبینید به خاطر اینکه اینجا تیکش خورده حالا اگر این دو تا گزینه رو من تیکش رو وردارم و بیام این قسمت از سیو چینج رو میزنم میام این قسمت تو پاور منو دیگه اسلیپ ندارم توی این قسمت هم دیگه لاک ندارم و اگه بخوام دوباره برگرده قاعدتا میام توی این قسمت و بعد این قسمت رو میزنم و این دوتا رو دوباره تیکش رو به حالت اول برمیگردونم خب این از این قسمت حالا بقیهش چیه کریت پاور پلن که میتونم یه پاور پلن و اختصاصی برای خودم درست بکنم که این چیزهایی که قراره درست بکنیم در موردش این قسمت اینجا میخوایم صحبت بکنیم این قسمت حالا بذار من اینو بگم اول که این دوتا یکی هستن اگه اینو کلیک بکنم مربوط میشه به این اولی اگر دومی رو کلیک بکنم مربوط میشه به این دومی حالا اومتا یه منوی جداگونه براش درست کردن در صورت هر دو تای این چیزی که اینجا میبینید ما رو به این صفحه میاره اولیش میگه بعد چند دقیقه دیسپلی یا صفحه مانیتور رو خاموش بکنم دومی میگه که کامپیوتر کی ببرم تو اسلیپ اگه شما مثلا دارم یه یعنی کاری دارید انجام میدید که کامپیوتر نباید بره تو اسلیپ مثلا یه موقع شما اطلاعات هاردتون پریده دارین یه چیزی ریکاوری میکنین و خب این قاعدتا توی ممکن هاردتون یه ترا باشه که پریده باشه یا سه ترا یا دو ترا و خب قاعدا ممکن یک روز یا دو روز زمان بره تا این ریکاوری بشه خب تو این مدت که کامپیوتر تو اسلیپ این عملیات متوقف میشه و دیگه کامپیوتر میره تو حالت خواب دیگه هیچ کاری انجام نمیده پس عملا اون عملیات ریکاوری به در ما دیگه نمیخوره و خب اونجا ما بگیم که کامپیوتر هیچ وقت توی اسلیپ نره نور یعنی هیچ وقت تو اسلیپ نبر کامپیوتر من الان ازش استفاده میکنم درست موس تکون نمیدم درسته رو کیبورد کلیک نمیکنم ولی خب یه کاری داره انجام میشه بنابراین این روی نور میذارم که کامپیوتر توی اسلیپ نبره اگرم نیاز داشتم که مثلا کاری انجام نمیدونم گفتم آقا بذار برق تو هزینه برق و نمی تو باتری اون چیزا صرفه جویی بشه 10 دقیقه از کامپیوتر استفاده نکردم ببرش تو اسلیپ یا میتونم بگم مثلا نیم ساعت از کامپیوتر استفاده نکردم بره تو اسلیپ 10 دقیقه استفاده نکردم صفحه مانیتور خاموش بشه که دیگه الکی برق مصرف نشه هر موقع احساس کردین که حالا یه جایی اشتباه بوده یه کاری رو اشتباه انجام دادین بلدم نبودین درستش بکنین یه گزینه به اسم ریستور دیفال هست که اگه کلیک بکنین همه چی رو به حالت اول برمیگردونه و بعد سیو چنجز رو میزنید همه چیز ذخیره میشه و به حالت یعنی اون حالت اولیه برمیگرده خب دیگه برای این قسمت ما نمیریزیم استوریج رو بگیم این قسمت هم بهتون میگم و بعد دیگه استوریج رو برای ویدیوی بعدی سه تا حالت داره این سه تا حالتی که دارید میبینید همون سه تا حالت اولیه هستش که توی این قسمت دیدیم بالانس های پرفورمنس و پاور سیو خب این ستا رو ما میتونیم اینجا یه سری تغییرات رو توش اعمال بکنیم هر کدوم اگر من روش کلیک بکنم یه سری اینجا ستینگ های مختلف برام میاره مثلا بالانس که الان اکتیو هستش این ستینگ ها رو داره میبینید هر کدوم از اینها رو کلیک بکنم یه سری چیزها رو برای من میاره که در مورد ترن آف دیسپلی نمیشه اگه 10 دقیقه مثلا استفاده نشود دیسپلی رو خاموش میکنم مولتی مدیا ستینگ مثلا میگه ویدیو پلی بک نمیدونم فلان بیسار شیر مدیا تمام این رو میتونیم دستکاری بکنیم بگیم که مثلا چیکارش بکن ببینید مثلا این گزینه داره میگه زمانی که من دارم مدیا رو شیر میکنم حالا به هر طریقی ممکن از طریق بلوتوث باشه ممکن از طریق دانگل باشه از هر طریق دیگه باشه میگه مثلا کامپیوتر نبر تو اسلی فلان کن بیسا کن همه این کارا رو میتونیم ما دستکاری بکنیم برای این قسمت حالا یه چیزی بود اینجا نوشته بود کرییت ا پاور پلن اینجا میتونم یه مثلا بنویسم مای کاستوم پلن نکس رو بزنم و یک سری تنظیمات اختصاصی رو براش انجام بدم که ب... یعنی به جای این ستا اون تنظیمات اختصاصی خودم بیاد اینجا قرار بگیره و من اون رو از این قسمت انتخاب بکنم یه دیگه این قسمت و این قسمت چیز خاصی نداره اینجا مثلا میگه هارد دیسک بعد از چند دقیقه این اکتیویتی یا بعد از چند دقیقه که استفاده نشد از هارد خاموش بشه میگه اگر 20 دقیقه هارد استفاده نشد مثلا فیلم خوندن مثلا اگه شما داری فیلم میبینی قاعدتا هارد رو نمیزنه خاموش بکنه وسط فیلم بیدن خب فیلمت پاز میشه و دیگه ادامه پیدا نمیکنه قاعدتا زمانی که از هارد استفاده نمیشه میگه هارد و بعد از 20 دقیقه که دیدی استفاده نمیشه خاموشش کن و بعد شما دوباره یه موس بدی هارد روشن میشه و میذاره که از هارد استفاده بکنید تنظیمات مربوط به اینترنت اکسپلورر داره میگه مثلا جاوا جاوا اسکریپت اون اینترنت اکسپلورر رو چیکار کنم مثلا ماکسیمم پرفورمنس باشه پاور سیور باشه بعد نمیدم دسکتاپ بک رو چیکار بکنم وایرلس آداپتور چیکار بکنم بعضی وقت ممکن شما ببینید ات قطع میشه خب اگه تو حالت پاور سیو باشه قد که ممکنه نشه ولی مثلا لو پاور سیوینگ اگر بذارید ممکنه که مثلا آنتن رو یکم یا مثلا یه سری قطعی ها هم بعضی وقتا ممکنه تجربه بکنید به خاطر اینکه خب از برقی کم استفاده میکنید و این طبیعیه که شما بعضی وقتا ببینید که وایرلستون قطع و وصلم میشه ممکنه یه تغییرات تو یو اس بی ببینید میتونید بیاین قسمت ببینید آقا ممکنه بگیم بعد از 5 دقیقه اگه یو اس استفاده نشود بیاد یو اس رو خاموش بکنه یا اصلا نکنه اینیبل داره و دیزیبل داره میگیم آقا یو اس رو دیزیبل کن کلا از این کارا میشه انجام داد هر کدوم دوست داشتی میتونید ببینید اینجا ببینید پاور باتون لید این لید مربوط میشه به لپتاپ این در لپتاپ رو باز بسته میکنیم این مربوط میشه به لپتاپ میگه اگه مثلا من در لپتاپ باز کردم چیکار کن دیدیم بعضی وقتا خسته میشین در لپتاپتون رو میبندین میگه اگه در لپتاپ من کامپیوتر رو شات میکنم البته این قضیه ممکنه توی لپتاپ ها متوبون یعنی شما لپتاپ برید توی قسمت ستینگش ببینید شاددان نباشه اسلیپ باشه این ممکنه وجود داشته باشه چون من اینجا پی سی هستم پاور باتون دارم روی شاددان سید شده من الان لپتاپ ندارم شما اینو میتونید نگاه کنید ببینید که کامپیوتر شما لپتاپ شما روی اسلیپ سید شده یا روی شاددان سید شده شاید روی ترن آف دیسپلی باشه یعنی فقط سفر رو خاموش بکنه این دیگه من لپتاپ ندارم نمیدونم در هر صورت بیاین این قسمت و این تنظیمات رو یه نگاهی بهش بندازید باز هم اگر اشتباهاً یه تغییر رو ایجاد کردین دیدین که مثلا کامپیوتر خراب شده یا اتفاقی افتاده که اصلا دلخواه شما نبوده اینو تغییر دادین بعد این چقدر افتضاح شد خب اشکالی نداره بین اینجا ریستور پلن دیفالت رو بزنید همه چی برم گره و همون حالت اولش و دیگه مشکلتون حل میشه زیاد چیز خاصی نداشت دیگه بگی بقیه هم نداره از پس اینا میان میتونی یه بار بیان اینا رو نگاه بکنید اینم که هیچی نیست این هم که هیچی نیستش اینا رو هم بزنید دوباره میبینید به همین قسمت چیز خاصی نداره خب ما قسمت پاورن اسلیپ هم تموم کردیم قسمت بعدی میریم در مورد استوریج صحبت میکنیم حتما به سایت ناواقا سر بزنید بهترین پکیج های آموزشی میتونم به جرات بگم ایران وجود داره با بهترین قیمت بازم که فکر قیمت یه مقداری بالا هستش میتونید داخل تلگرام نواقع عضو بشید و بعضی وقتا کد تخفیف میدیم و از اون کد تخفیف میتونید استفاده بکنید و پکیج رو با مبلغ بهتری تهیه بکنید باز میگم اگه اهل وبگردی باشید میدونید که نواقع بهترین قیمت و بهترین آموزش رو داره یه کوچولو جستجو بکنید خودتون متوجه این موضوع میشید برای حمایت از این دوره و دوره بهتر بعدی و پکیج های بهتر بعدی خب ویدیو ها رو به اشتراک بذارید ما رو به دوستای خودتون معرفی بکنید و انشالله این حمایت های شما باعث میشه که این ویدیو ها هر روز بهتر و بهتر و بیشتر از قبل بشه امیدوارم که لذت برده باشید شاد و خورم باشید خدا نگهدار